به نام یزدان، سام سرابی هستم با دومین جلسه از خط و زبان اخامنشیان. دوستان عزیز، حالا میریم سراغ باقی حروف. البته ما در جلسه پیش حروفی رو که با فتحه بودن برای شما گفتیم، اما در این جلسه میخوایم باقی حروف رو هم با هم کار بکنیم. خب همینطور که میبینید در جدول روبرو ما مقداری از این خطهای گوهی یا در واقع میخی رو برای شما گذاشتیم. من از اول برای شما میخونم. اولین ا یا آ تلفظ میشه. ببینید این باید حواستون باشه که در بعضی جاها ا و در برخی جاها آ تلفظ میشه. مثلا این دومین در واقع میشه گفتش که حرف میخی که ما اینجا داریم، ببینیم گاهی اوقات ا تلفظ میشه و گاهی اوقات ای تلفظ میشه، یا حرف بعدی گاهی اوقات او او. همینطور میریم جلو، ب که اینجاست، میبینین پ حرف بعدی، ت تو، ث باید زبونتون لای دندونتون بذارین، ث ثر یه ر کوچولو داخلش هست، ثر، ج ج، چ، خ، د، د، این د هستش، دو، ر، رو، ز، س، ش، ف، که، کو، گه، گو، ل، م. خب میبینید که در این جزوه البته یه کاری که انجام شده اینه که حروف اوستایی رو هم در این گوشه ها نوشته، این روبروی اینها معادل های اوستایی اون رو هم برای شما نوشته و شما میتونید به این در واقع راحتی حروف اوستایی رو یاد بگیرید. البته من در دروس اوستایی برای شما گذاشتم تو دوست جلسه اول، یه مقدار در مورد اینا توضیح دادم. خب میریم سراغ باقی حروف در این قسمت. میبینید که مجدد در سمت راست ما حروف اوستایی رو داریم، ببخشید حروف هخامنشی رو داریم، و در سمت چپ هم که اوست برابر اوستاییه. خب م، این م هست، مو دیگه اینجا ببینید فقط فتحه نیست دیگه، م کسره داریم، مو و بعد حرف او رو داریم در واقع بالای میم، ن، نو، و، و. و خدمت شما عرض شد که ها که قبلا داشتیم توی درس پیش، حالا اینجا من در یک جدول داخل یک جزوه برای شما این رو به نمایش گذاشتم. یادتون باشه در فارسی باستان اگر ما این حرف رو دیدیم، لا، این ویژه همینطور که نوشته شده ویژه کلمات بیگانه هستش و مشخصه که این حرف از خارج از در واقع ایران بوده که وارد زبان شده. خب امیدوارم که این حروف رو کامل حفظ بکنید، بتونید به خاطرتون بسپارید و یادتون باشه برای حمایت کردن از ما میتونید به دیسکریپشن رجوع بکنید و اگر دوست داشتید از دروس ما حمایت بکنید، هر درسی رو که دوست داشتید و خوشتون اومد، خوشحال میشیم که پشتیبانی شما رو داشته باشیم. تا جلسه سوم شما رو به یزدان پاک میسپارم. سام سرابی هستم، دوستدار شما. خدا نگهدار.